قضیه علم و اینها نیست. بارها عرض کردم ما نیازمند آدمای غیرتمند هستیم، عالم و اینها لازم نداریم، فعلا به قدر کافی عالم داریم. یک بشعری بهار دارد، یادم رفته شعرش رو، از شجاعت ادبی صحبت میکنه. ما در مثلا روزگار گذشته خیام رو داریم، فردوسی، ناصر خسرو، اینا شجاعان بودن، ادیب هم بودن، آدم های هم داشتیم مداح بودن، یا اینکه اصلا معلوم نشد اینا چیکاره هستن. مثل فرض کنید عبدالرحمن جامی خیلی هم شهرت دارد. اینها قضیه مردم است. دوستان امروز خدمت شما به توصیه دوستان، این داستان ضحاک گویا خیلی دوستان دوست داشتن، گفتیم که این داستان جمشید رو حداقل خدمت شما بخوانیم. در اسلوب حماسه، حماسه عرض کردم چند گونه هست، حماسه طبیعی از ملت صحبت میکنه، از میتولوژی ملی صحبت میکنه. حماسه های مصنوع چیز دیگری است. مثلا در تاریخ مملکت ما حماسه طبیعی، حماسه فردوسی است. حماسه های مصنوع هم داریم، حماسه های دینی. اینها به معنی اخص حماسه نیستن. یکی از وجوه مهم یک حماسه یک ملت آن است که سرچشمه ملت رو معرفی میکنه. بایستی بگوید این ملت از کجا آمده است، این سرچشمش، و بعد گذار این ملت در فراز و فرود تاریخ رو شاعر قدم به قدم معرفی میکند. در خلال سخن تمام ویژگی های روحی و روانی اون مردم قطعا بایستی در اون حماسه متجلی باشد. اینها ویژگی های حماسه ملی است. و همین جهت هم هست که فرض کنید مهابهارات، اینها خیلی مهم هست در هندوستان، در واقع عصاره فرهنگ هند هست. این شاهنامه ما هم همین به همین وجه هست. یعنی تنها کتابی که ما از این 60,000 اثر اصیل پارسی دست نوشته که هست، که مرحوم مدکشوعرا با شماره کرده است، من از ایشون نقل قول میکنم، تنها کتابی که فضاش کاملا ایرانی است و کاملا انسانی است، همین شاهنامه فردوسی است. هیچ گونه تأثیری سماتیک درش نمیبینیم. یعنی که فرض کنید که فضای غیر ایرانی باشد، در حالی که مثنوی معنوی با همه عظمتی که دارد و اینها فضاش کاملا سماتیکه. داستان فرعون و نمیدونم عصاره اندیشه های انسوست، من به خوبتش کاری ندارم، مقصودم بیان این هست که حماسه سالم و حماسه ملت چگونه است. فضای کتاب از لحاظ سخن گفتن، حکمت کتاب، نشست و برخاست ها، سخن گفتن ها، جنگیدن ها، لباس ها، گریستن ها، همه اینها کاملا رنگ ایرانی دارد. این است که کتاب کتاب منحصر به فردی است. در بخش نخستین سرچشمه ملت رو فردوسی معرفی کرده است، که این بخش نخستین شاهنامه خیلی خیلی بحث درگیر و پیچیده و مشکلی است به لحاظ میتولوژیک، چون درگیر هست با فرهنگ هندوستان، درگیر هست با گزارش های اوستا. این است که استاد ما خیلی به سرعت از اینها گذشته. بعد از عرض کنم که خلق خورشید و ماه، وقتی از انسان آغاز کرده، نخستین انسان کیومرث هست، و بعد ما داستان عرض کنم هوشنگ رو داریم، کیومرث رو داریم و تهمورث رو داریم و جمشید. اینها در واقع چون یک بنگریم، اینها یک دوره‌های طولانی نسبتاً از حیات دوران آریایی بوده، که آریاییان همونطور که مطلع هستید، البته از اینکه از کجا آمدن اختلاف نظر هست، گروهی گفتن از اروپا آمدن، گروهی گفتن از سیبری آمدن، هرچه بوده است این است که پدران ما و هندی‌ها، اینها با هم در حوالی کوه هندوکش اونجا زندگی میکردن، برای قرنها یک آداب و تربیت اجتماعی خاصی داشتن، البته با زندگی در واقع شبانی زندگی میکردن، گلدار بودن در واقع، و بعد جدا شدن. وقتی که اینها دو دسته شدن، یک گروه به ایران آمده حدود 1500 سال پیش از میلاد یا اندکی بیشتر، گروه هم به هند رفته. این است که ما به هندی ها پسر عمو هستیم در واقع. و بعض این عرض کنم که مطالب نخستین شاهنامه در ادبیات ودیک لیترچر اصطلاحاً یا ادبیات ودا هست، مثلا داستان جمشید به اونجا بهش اشاره است. بنابراین این بخش
بعض این در واقع مواردش مشترک هست بین ایران و هندوستان. خواستم این توضیح رو خدمتتون داده باشم. مثلا دوره جمشید این یک دوره دراز مدتی از حیات آریایان هست که در چهره جمشید جلوه کرده. این در واقع می شود گفت اینها اساطیر اولین هستند، نخستین داستانهای ایرانی هستند که اینها به صورت در واقع در چهره یک انسان، چون وقتی می گوید جمشید رشتن رو یاد داد، کاشتن رو یاد داد، برآوردن آهنگ از سنگ رو یاد داد، آهن یا ساختن سلاح، یه دوره خیلی خیلی دراز مدتی لازم دارد که انسان رو آهن پی ببره، اون رو ذوب کنه، بعد از شمشیر بسازه، قرنها طول کشید. این است که وقتی میگوییم دو پادشاه جمشید، واسه بدانیم که این یک دوره از حیات آریایان هست که به نحو سمبولیک در داستان جمشید جلوه کرده است. من خدمت شما میخوانم. این جمشید همون کسی است که بعد از اینکه سازندگی که ها کرد دوچار خودخواهی شد و خودبینی شد و منیت شد و فره ایزدی از او جدا شد و مردم در واقع پشتیبانی کردن از ضحاک تازی و ضحاک که در واقع سمبل ستمگاری هم هست بر ایران مسلط شد تا اینکه کاوه آهنگر پیدا شد و بعد فریدون. از روزگار فریدون بخش‌های حماسی شاهنامه هست تا پایان داستان رستم اسفندیار. این بخش شاهنامه حاوی بهترین ابیات زبان پارسی است و بخش‌های مربوط به ساسانیان به حقیقتاً یک گنج کرامندی از حکمت هست. حالا عرض کنم که عمر کفاف دهد، ما سخنان بزرگمهر و بعضهای انوشیروان، تمام حکمتی که در این فرهنگ بوده است، حکمت عملی در سخنان بزرگمهر و سایر بزرگان رو ما در داستانهای انوشیروان و در واقع مجلس او توسط بزرگان بیان شده است. در واقع شاهنامه رو ما خیال میکنیم جنگ نامه است. هست به جهت اینکه از اساس حماسه همین است، اما گنج بزرگی از حکمت است شاهنامه فردوسی و یک انسانیت خارق العاده ای که کل فضای کتاب رو در بر میگیرد. اینها دلیل شهرت فردوسی و کتاب او هم همین است. اگر که این یک کتابی بود از کنم از لاف و گزاف ملی سخن میگفت و سخنان حقیر به میان میانداخت و ارزشهاش لوکال بود، قطعا از همون توس به جای دیگری دامنش نمیرسید. این است که یک اثر جهانی است. این آقای برتلز دانشمند روسی میگوید سالها دانشمندان جهان میخواستن که یک کار خوب در این کار جهانی انجام بشود. اشارش به اون تصحیحی است که در شوروی شد. اجازه فرمایید من این ابیات رو میخونم. اینجا بعضی کلمات اینجا هست که اوستایی فردوسی به گونه دیگر ترجمه کرده، یک توضیح هم در باب اینها خدمتتون خواهم داد. این چیزی که دست من هست از روی چاپ مسکوس، من نمیدونم شما از روی کدام نسخه دارین. ژولمول، آقای ژولمول عرض شود که نخستین کسی است که چاپ شاهنامه کرده، چاپ انتقالی. خیلی هم مول زحمت کشیده و خیلی کار کرد پیش این مستشرقین فرانسه و اینها و تصمیم گرفت کتاب رو تصحیح کنه. معلوم نیست واقعا منشأ کار تحقیق ژولمول چه بوده. حالا اگر معرفی کرده در اون اثر نخستینش بوده. بعد کتابی رو که تصحیح میکند به یک وجه خارق العاده زیبا و نفیس اون چنان چاپ نفیسی میکند که میگن در تاریخ فرانسه اثری به این زیبایی چاپ نشد. و یکی از این دانشمندان فکر میکنم نولتکه باشه، میگوید این آقای مول میخواست که همه اروپاییان شاهنامه رو بشناسن، اونقدر گران درآمد کتابش که فقط ثروتمندا توانستن بخرن. و اینی هم که در ایران هست فکر میکنم آقای امین ریاهی آمد عین همون کتاب رو آورد، چاپای بعدیش رو، نه چاپ نخستینش رو که در کتابخانه سلطنتی شده بود اینها، منتشر کرد. غلط زیاد داره ژولمول. مول زمینی که هنوز اعتباری دارد اما خط و خطا درش بسیار هست، چون مول هر آینه ایرانی نبوده و به نظر میرسد نسخه های خیلی خیلی قدیم رو در اختیار نداشت. این است که ابیات الحاقی در شاهنامه مول بسیار هست. حالا مخلص که حدود 2 سالی هست و این 1000 بیت رستم و سهراب کار میکنم، در اونجا مول 1660 بیت تقریبا
برای رستم و سهراب آورده، در حالی که رستم و سهراب بیشتر 1050 تا 1052 بیت بیشتر نیست. ابیات الحاقی رو مول تشخیص نداده، مگر اینکه خیلی به نظر من ماکان از اون بهتر بوده، اما هر دو شاهنامه هاشون ابیات الحاقی زیاد داره. اینی که من میخونم این چاپ مسکو هست، از روی چاپ مسکو که ابیات الحاقیش رو همین آقای برتلز پدر و پسر بودن، خیلی دانشمندان دیگر اینها به پایان کتاب بردن. اگر بیتی من میخونم شما ندارید، به جهت این است که عرض کنم که در نسخه 675 لندن نبوده است، چون معیار چاپ مسکو این رو بهش میگن کاپی تکس ادیتینگ، یعنی شما یه اقدم نسخ رو میارید تصحیح میکنید، ابیاتی که تشخیص میدین سست هست به آخر میبرید. باری از روی من خدمت شما میخوانم. میفرماید گران مای جمشید فرزند او کمر بست یک دل پر از پند او. یعنی جمشید که از تهمورس آمده بود، عرض میکنم که پند پدر رو به کار برد. برآمد بر آن تخت فرخ پدر به رسم کیان بر سرش تاج زر. دوزیان این که میگوییم که پیش دادیان یعنی قانونگذاران نخستین، اینها لغات خیلی قدیم هست. پر ازات، پر یعنی پیشین، پر ازات یعنی قانونگذاران نخستین، کسانی که اول بودند، اینها گروه پیشدادی هستند. یعنی جمشید و عرض کنم کیومرث و هوشنگ و اینها ما میگوییم پیشدادیان. بعد کیانیان رو داریم که با کی شروع میشه، مثل کیقباد، کیکاووس، کیخسرو و اینها. این از نظر لغت خواستم خدمت شما گفته باشم. خب کمر بست با فر شاهنشهی جهان گشت سر تا سر او را رهی زمانه براسود از داوری به فرمان او دیو و مرغ و پری. دیو که میگوییم در واقع بیچاره این دیو که ما میگوییم در شاهنامه و دیو سفید و اینا، بیچاره ساکنان اصلی ایران زمین بودن، بیشتر در منطقه هیرمند مدنیت داشتن، در مازندران مدنیتی بوده، در بخش کردستان و اینها، و وقتی که ایرانیان اومدن اینها رو دشمن به حساب، چون وارد جنگ شدن به هر صورت بایستی سرزمین ها رو تصرف میکردن و بعد ادغام شدن البته با هم. چیزها که نمیدانستن از دیوها یاد گرفتن. دیوها که بودن همون آدمای بیچاره که اینجا زندگی میکردن، و به شما عرض کردم که همواره مردم در واقع قبیله ای روح سلحشوری و دلاوری بیشتری دارن از مردم شهرنشین. مردم شهرنشین شجاع نیستن به جهت اینکه این گونه تفکر رو ندارن که حالا هر روز باید خودشون دفاع کنن. پول میدن به دولت، دولت پاسبان و نمیدونم امنیه و قزاق اینا استخدام میکنه، اینا رو محافظت میکنه. اما اگر شما مردی در بیابان باشید با شمشیر حرکت میکنی و همواره مواظبی، و این روح سلحشوری و دلاوری در قبایل است، در شهرنشینان نیست. و همین جهت هم بوده است که ما همواره شکست خوردیم در واقع، و نه تنها ما، همه مدنیت ها رو همه وحشی ها از بین بردن. مدنیت های بزرگ رو، مثلا مدنیت اروپا، وندال ها نوش آدم های بیابانی وحشی بودن، دلاوری داشتن اما مدنیتی نداشتن. آریایی ها هم که مدن، مدنیتشون بسیار فروتر بوده از ساکنان اصلی ایران. این است که دیو در یک جایی میگوید که اگه ما رو نکشی به تو چیزها یاد میدهیم، یک چیزها به شما یاد خواهیم داد. این چیزها که یاد میدهند همین مدنیت بوده، شهرسازی. و عرض کردم بارها ایرانی بیچاره بعد از همین دوره ها مدنیت ساخته و عرض کنم که قبایل بیابانی تخریب کردن. ما واقعا توجه نداریم چه میزان تخریب به این مملکت وارد شده پیاپی. البته گاهی هم بوده است که ما با مدنیت های بزرگ جنگ داشتیم، مثل رومیا. بسیار مردمان متمدنی بودن، ما هم مردمان متمدنی بودیم، جنگ اتفاق می افتاد. اما حوادثی که هنگام حمله این عرض کنم که قبایل چادرنشین اتفاق افتاده است، به خصوص عرض کنم چنگیزیان، اینها حیرت انگیز بوده. این چنگیزیان و عرض شود که انواع احفاد او، اینها شهرنشینی رو در مملکت ما از میان بردن. خیلی مدنیت درخشانی در ایران جلوه کرد بعد از اسلام و اینها رو تخریب کردن به طور کل. خراسان که محل
علم و معرفت و دانش و همه چیز بود یک سر خراب شد و ما هرگز کمر علم نکردیم از این تخریب و هنوز دود میکردن ساختمانهای ما اینا که تیمور لنگ آمده است و همون کارها رو بدتر به وضع بدتری تکرار کرده اینها. این گرفتاری ما بوده. آریایی ها خوی اینچنین نداشتن، اما به هر صورت ساکنان محلی رو دیو میدانستن، دیو مازندران، دیو سپید. اونجا میگه مازندران چه جای آباد بود، چه جای سرسبز و خرمی بود، شهرهای ثروتمند داشت و هیچ کس هم جرات نمیکرد اونجا بره، خیلی رفت مشکل بود. داستانش در شاهنامه هست و فرمانده اینها دیو سپید که میگوید که در غار جای داشته اینها. اینها سیمبولیک است. باری به فرمان او دیو و مرغ و پری جهان را فزوده بدو آبروی، فروزان شده تخت شاهی بدوی. این شاهنشاهی ایران خیلی زیبا بوده، مراسمش و عرض کنم دربار و تشکیلات اینها زیباترین اتفاقات در دربار می افتاده، زیباترین گیفت ها، زیباترین مراسم در دربار پادشاهی ایران بوده و شکوه شاهان ایران رو هیچ کس نداشته حقیقتا. حتی اروپایی اینها این عظمت و شکوه دربارهای ایران رو نداشتن. خرابه های تخت جمشید هنوز گویای این مطلب است. این ستون هایی که اونجا هست که ما در روزگار صفوی عرض کنم که ساختمان چلمنار میگفتیم به اینا، نمیدونستیم اینجا کجاست. بعد خاطر تخریبش نکنن ایرانی هست رو گفته بودن تخت سلیمان. بعد آدم های بزرگی آمدن مثل پروفسور هرتسفلد و اینها گفتن آقا اینجا تخت جمشید سلیمانی نبوده، این دورو بر چه تختش، چه سلیمانی، چه بساطی. اینها ستون ها پشت سر هم فکر کنم اگر خطا نکنم 48 ستون، تعدادش آدم نیست، یا 64 ستون. ستون های بلند اگر دقت کرده باشین سر گاو هست، گاو سر هستن. این گاو سر پادشاه هم که می نشست یک گرزی به دست داشت طلایی، گاو سر نماینده قدرت پادشاه، یعنی هر کس وارد اون سالن می شد از عظمت خاضع می شد در مقابل این عظمت. و پادشاه هم بر روی تخت نشسته اون آخر سالن، صورتش تقریبا در یک شبه نیمه تاریک نیمه روشن برای عظمت پادشاه. حالا دیگران هم از این تکرارها کردن ولی خنده‌دار بود. هیتلر هم وقتی به قدرت رسیده